بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند تلویزیون آینه و مخلصان برنامه زن و جامعه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید قبولی طاعات و عباداتتان به درگاه عزت متعال، تمنا میبرم ماه مبارک رمضان را به خوبی توأم به سلامتی سپری کنید. من آمنه مخزاده باز هم با تقدیم نمودن یکی دیگر از برنامه های زن و جامعه در خدمت شما قرار دارم. تا من نام میبرم تا فرجام برنامه با حوصله مندی تمام همراهی من کنید. مهمانان ما در این برنامه قضاوتمند سمیرا نعمتی، سرپرست محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم منع خشونت علیه زن، سارنوال خالده مهدی، آمره سارنوالی منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال، خانم ماریا نوری، رئیسی ریاست زنان ولایت فاریاب. بحث بیشتر را با مهمانان خود دنبال می کنیم. مهمانان عزیز، خوش آمدید در برنامه. میریم سراغ سوالات. خانم نعمتی، شما میشه بگین که زن از منظر قانون چی تعریفی داره و قانون از زن چی تعریف کرده؟ به نام خدا، سلام خدمت شما مهمانان گرامی و سلام به بینندگان محترم تلویزیون آینه. قسمی که شما سوال نمودین، ولی قانون از زن تعریف داره. قانون منع خشونت علیه زن در ماده 3 زن را تعریف کرده. زن عبارت از اناس بالغ و نابالغ را گویند. این تعریف به دو بخش تجزیه شد، اناس بالغ و نابالغ. اناس بالغ اما که سن 18 را تحمیل کرده باشد و نابالغ زیر سن 18. بنام به اساسی تعریف کدام قیدی ناورد قانون زیر سن 18، یعنی تا کدام سن؟ پس به اساسی تعریفی که قانون خشونت علیه زن کرده، حتی طفل یک روزه، نوزاد یک روزه هم باشه شامل از تعریف میشه. بسیار تشکر خانم مهدی. شما میشه در مورد از این صحبت بکنین که قوانین نافذه کشور در چی جایگاه و نقش را بر زنان پیش بینی کرده؟ به نام خدا، بر سلام خدمت شما و بینده های تلویزیون آینه، مخصوصا برنامه زن و جامعه. قوانین نافذه کشور، بالخصوص قانون اساسی افغانستان، برای زن مرد دارای حقوق و وجایب مساوی برخوردار است. طبق ماده 22 قانون اساسی افغانستان، اتباع افغانستان هم از زن مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. ولی فرامین عفو و تخفیف که از طرف مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صادر می گردد، برای زنان نسبت به مردان سهل‌تر می باشد. مثلا فرمان شماره 4 که به مناسبت جهاد سالگرد جهاد مردم افغانستان صادر گردید و فعلا هم در افغانستان قابل تطبیق می باشد، در ماده 2 و 4 خیش چنین مشهر می دارد: محبوسین ذکر که الا مدت 2 سال و محبوسین زنانی که الا مدت 3 سال به حبس محکوم گردیده باشند، بدون در نظر داشت مدت سفری شروعشان، مجازات باقی مانده آنها عفو و از حبس رها می گردند. این فرمان خودش بیانگر حمایت قانون و حمایت دولت از زنان می باشد. بسیار تشکر خانم ماریا. شما میشه در مورد این صحبت بکنین که زنان افغان، مخصوصا زنان ولایت فاریاب، تا چی اندازه از حقوق و امتیازات که قانون برشان پیش بینی کرده آگاهی دارن؟ به نام خدا، سلام بر شما و بر مهمانان، بخصوص تیم تکنیکی که با ما همکار هستن. حق و حقوق زنان بسیار واضح به قانون صراحت داده شده که زن حق تحصیل، حق کار، حق کاندید شدن، حق رای دادن و را گرفتن و حق کار به ادارات را داده. تا اندازه از حقوق خود آگاهی دارد که در عرصه های سیاسی مانند انتخابات شانه به شانه با مردان یک جا به خاطر انتخاب نماینده های واقعی خود به پای صندوق رای رفتن، رای دادن و تعدادشان به حیث نماینده انتخاب شدن، تا اندازه اینا از حق حقوق خود آگاه هستند و هم نیاز است به خاطر آگاهی بیشترشان ما برنامه هایی را داشته باشیم تا که به هدف خود نایل بیاییم.
سلامت باشین. قاضی صاحب نعمتی، شما میشه در مورد ازی صحبت کنین که نقش دستگاه های قضایی در کاهش خشونت علیه زن و بهبود وضعیت زنان چی بوده میتاره؟ نقش دستگاه قضایی زمان مؤثر بوده میتونه که مردم و همکار باشن با ارگان های عدلی و قضایی خود، با مراجع کشفی خود، و نقش ارگان های قضایی زمان میتونه مؤثر باشه که تبنیاد یک قضیه از اولین آغازینش با بیان حقایق گذاشته شده باشه. زمانی که مردم ما، اما کسی که متضرر است، در اولین اقدام خود نزد پلیس مراجعه میکنن، اینا تمام حقایق یک قضیه را بگن، یعنی هیچ موضوع کتمان نباشه. و می قسم در قضای خشونت علیه زن نظر اهل خبره بسیار مهم و سازنده است، و زمانی که اهل خبره هم صادقانه نظر داده باشه، طبیعی که حکم محکمه عادلانه می باشه. وقتی که حکم محکمه عادلانه شد، ای خود نماینده عزیز که میزان خشونت کاهش می‌یابد و به این قسم متضرر به حق خود میرسه و وضعیت متضرر یا زن بهبود می‌یابد. تشکر. خانم مهدی، میشه در مورد این صحبت بکنیم که نقش ارگان سارنگولی در کاهش خشونت و بهبود و وضعیت زنان چی بوده میتونه و چقدر کارهای ریاست سارنگولی بی‌طرفانه است و اجراتش بی‌طرفانه صورت میگیره؟ به نام خدا، نقش ارگان های سارنگولی در بهبود و وضعیت زنان خیلی ها مؤثر است. مثلا به عنوان مثال، یگانه مرجع تطبیق و تنفیذ احکام قانون مطابق ماده 321 قانون اجرات جزایی و تحقیق و تعقیب دوسیه مطابق ماده 134 قانون اساسی در جرایم، در سایر جرایم بلخصوص در جرایم خشونت علیه زن، وظیفه و مکلفیت اداره عالی لوی سارنگولی می باشد. ارگان های سارنگولی می کوشند در عصر وقت بلخصوص مطابق ماده 7 قانون منع خشونت علیه زن، قضایای خشونت را به در اولویت قرار داده به آن رسیدگی قانونی صورت بگیرد. تشکر. خانم ماریا، میشه بگوییم که ریاست امور زنان ولایت فاریاب تا حال به خاطر بهبود وضعیت زنان فاریاب چه کارهایی را انجام داده؟ ریاست امور زنان به خاطر رسیدگی به متضررین خشونت، اولا قضیه را مورد بررسی و مشوره قرار داده، بعدا به ارگان های مربوطه جهت تعیین وکیل مدافع و پیشبرد قضیه معرفی می نماید. زمانی که قضیه حل هم شده باشد، باز هم مدت یک سال تحت پیگیری با همکاری دفتر زنان برای زنان افغان قرار می دهد. خب، شما به عنوان نهاد ناظر از فعالیت های محکمه در رابطه با رسیدگی قضایای خشونت علیه زن، چی اندازه از اجراءات سارنگولی و محاکم نسبت به رسیدگی قضایای خشونت رضایت دارید؟ همیشه محکمه و سارنگولی قضایایی که خب اکثریت قضایا مثلا که بسیار حاد است، اینا همیشه پیگیری کردن و یک تعداد مجرمین که فراری هستند، حتی در تعقیبش پلیس هنوزم در تعقیبش می باشد، ولی قضایایی که به محکمه و سارنگولی محول می شود، همیشه اینا اجراءات خود را به وجه احسن انجام دادند. تشکر. خانم قاضی، میشه شما بگوین که ریاست امور زنان ولایت فاریاب چقدر با شما در امر پیگیری قضایا و اینکه قضایای خشونت بر شما راجع بسازن با شما همکار هستن؟ زمانی که یک دوسیه محول محکمه میشه از طریق سارنگولی است، از طریق ریاست امور زنان، خب اجراتی که ریاست امور زنان داره و مربوط خودشان میشه و ما اصلا با چی نداریم، شاید از طریق سارنگولی اونا در ارتباط باشن. زمانی که جلسه میگیریم، شاید در جلسات ما نمایندی ریاست امور زنان حاضر شوند. در کل به خاطر تحقیق و گپا ما با اونا ارتباط نداریم. دوسیه تکمیل شده به محکمه محول میشه. شما میشه صحبت بکنیم در این مورد که همکاری ریاست زنان و نقش ریاست زنان در رابطه با ای که قضای خشونت بر سارنگولی محول میسازن چگونه بوده میتونن؟ به نام خدا، در قدم اول زمانی که قضیه تمام میایه از مدیریت محترم جنایی
قبل از قبل از فعالیت ها دستاورد های ریاست امور زنان باید قدردانی نمود، چون در اجرات خیش خیلی فعال هستند و در زمانی که یک قضیه با وقوع می پیوندد، یک قضیه خشونت، در قدم اول آنها رافرا به جنایی می دهند و جنایی صفحه کشفی را تکمیل کرده روان می کنند و بعضا هم اجرات ما طوری است که ما با آنها ارتباط مستقیمی داشته باشیم، بعضا رافرا مستقیم دما روان می کنند یا عرایزی که مجنله ها مراجعه می کنند برای دما روان می کنند، ما محوله به مجریات جنایی. بسیار خوب، زمانی که یک متضرر خشونت میخواد به عدالت دسترسی پیدا بکنه، اولین کارش است که نزد پلیس مراجعه میکنه تا پلیس بر از او یک سلسله راهنمایی داشته باشه. میشه بگین که پلیس بر اساس کدام قانون و چه اقدامات باید علیه متضرر داشته باشه؟ در قدم نخست مطابق فقره یک ماده 7 قانون منع خشونت علیه زن، مجنه علیه های خشونت و اقارب آنها می توانند به محاکم حقوق و سایر مراجع زیرت طور کتبی شکایت نمایند و زمانی که آنها شکایت نموده، مراجع زیرت چی پلیس باشد، چی سالان مالی باشد، چی هم حقوق باشد، باید راپور را از نان را ثبت نماید. زمانی که ثبت کرد، هر مرجع مسئولیت از زیرا دارد که قضای خشونت را در اولویت کاری خش قرار داده و دوان اجرات نماید. بسیار تشکر. میشه شما بیشتر در این مورد صحبت بکنین که باز هم مشخص چون موضوع خشونت و رسیدگی به قضای خشونت است، در مورد این صحبت بکنین که ریاست زنان به خاطر رسیدگی به قضای خشونت و سپردن عاملین خشونت یا شناسای عاملین خشونت به سارنوالی و محاکم چه اقداماتی را کرده؟ ما قبلن بر شما گفتم که وقتی که به خاطر رسیدگی به متضررین خشونت مورد را ما بررسی میکنیم و به خاطر بررسی میکنیم و مشوره میکنیم، بعد از او ایره به ارگان های مربوطه به خاطر تعیین وکیل مدافع و پیشبرد قضیه معرفی میسازیم. باز هم ما تحت پیگیری قرار میدیم این موضوع را. چیزی که برای ما یعنی به ریاست ما مربوط میشه، مطابق لایه وظایف، مطابق امو صلاحیت خود، ما کارهای خود را به وجه احسن همیشه اجرا کردیم. تشکر. خانم قاضی، میشه در مورد ازی صحبت بکنین که محاکم مخصوصا دیوانهای مربوطه در امر رسیدگی به قضایای خشونت زمانی که مخصوصا حیات متضرر در خطر باشد چگونه رسیدگی میکنه به قضیه خشونت؟ زمانی که یک دوسیه محاوله محکمه شد، ما وقتی میتونیم از مشکلات یا خطراتی که سر راه یک زن یا متضرر قرار میگیره آگاه میشیم که خود متضرر مورد بازگو کنه و ما داریم ارگان های زیره. ریاست امور زنان است و به خصوص دفتر زنان برای زنان است که اجرات از و دفاع از حقوق زنان است و یک شعبه از یک بخش از خانه امن است. هرگاه زنی که در خانه شوهر از طرف شوهرش و الا در خانه خود از طرف پدر یا برادر و از طرف کسی که حیات از او در خطر باشه و ما رو تهدید قرار میگیره، ما میتونیم همچون متضررین به خانه امن معرفی کنیم. یک جای مناسب، یک محل بسیار مناسب است برای این خانم متضرر و تمام مصارفشان پرداخت میشه و اینا میتونن تا رفع خطر اونجا بوده باش داشته باشن. و به این قسم زمانی که ما جلسه میگیریم، در صورتی که متضرر حاضر شد و متضرری که حیاتش در خطر هستن حاضر شد، ما مسئولین امنیتی را در جریان قرار میدیم که تا امنیت زیر تامین کنه و به این قسم اگر خواست جلسه سری باشه سری دایر میکنیم جلسه را و اگر خواست که در جلسه حاضر نشه حضور وکیل مدافعش پذیرفته میشه. این از جمله راهکارهایی است که محکمه به خاطر رفع خطری که سر راه یک متضرر به خصوص خانم قرار میگیره انجام میده. بسیار تشکر. شما چه فکر میکنین متضررین خشونت چی اندازه از رسیدگی محاکم رضایت دارن؟ متضرر خب طبعا وقتی که قضیه میه یک طرف خوش میشه و یک طرف ناراحت میشه. وقتی که متضررین حاضر میشن در کل اونا راضیستن، خب میشه سوالتون اگر از اونا پرسان کنی، خب طبعا ما قانون تطبیق میکنیم، طبق قانون اجرات میکنیم و عدالت تامین میشه. تشکر خانم قاضی. بینندگان عزیز، ادامه بحث ها را بعد از یک وقفه دنبال کنید.
سلام مجدد بینندگان عزیز، خوش آمدین به ادامه برنامه زن و جامعه. تمنا میبرم که تا فرجام با حوصله‌مندی تمام همراهیمون بکنید. باز هم میریم سراغ مهمانان برنامه. خانم مهدی، میشه شما در مورد این صحبت بکنین که اداره سارنوالی به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت چی مسئولیت هایی را به عهده داره؟ میشه مشخصا در مورد صحبت بکنین. به نام خدا. زمانی که یک متضرر خشونت در مراجعه اداری سرانوالی مراجعه میکنه، در قدم نخست یک مصاحبه با خود متضرر می داشته باشیم. مشکلات از او را میشنویم که چه مشکلات داره و چه نوع خشونت بالای از صورت میگیره. در صورت که خطر جانی بر متوجه شود، دفتر محترم زنان برای زنان در آنجا با آنا در تماس می شویم و به خانه امن تایید سلامان ها را معرفی می کنیم و به خاطر ای که قضیه به صورت قانونی پیش ببریم، از جمله وکلای محترم دفتر زنان برای زنان بر خانم متضرر وکیل مدافع نیز تعیین می کنیم. بعد از اینکه دوسیه را تحقیقات همه جانبه کردیم، از خود متهم نیز با مشخص ساختن علت انگیزه و جمعواری دلایل محول محکمه میکنیم تا قانون به صورت عملی تطبیق شود. میشه بگوین که تا یک سال اخیر سارنوالی چه تعداد قضای خشونت ثبت کرده و رسیدگی نموده دیگر؟ تا یک سال اخیر سارنوالی به تعداد 94 قضای خشونت علیه زن را ثبت نموده و بعضا انصرافی داشتیم، بعضی قضایایی بود که محول محکمه نبودیم. تشکر. شما میشه خانم نوری میشه در مورد صحبت بکنین که چرا خشونت در فاریاب افزایش یافته، با وجودی که خانم قاضی میگن که محکمه در اجرات خود کاملا عدالت رعایت میکنه و همچنان خانم مهدی از فعالیت های سارنوالی در این مورد صحبت کردن و شما هم میگید که اجرات ما کاملا مطابق با قانون به خاطر بهبود وضعیت زنان همیشه بوده و می باشد، پس دلیل از این که روز به روز به جای که خشونت کاهش پیدا بکنه در فاریاب افزایش پیدا کرده، قرار معلوماتی که ما از سال 1397 داریم تنها 40 مورد قضیه قتل و خودسوزی و خودکشی از زنان ثبت شده بود، دلیل این همه را در چی می دانید؟ آیا عدم تطبیق قانون است یا دیگه موارد؟ به نام خدا. افزایش خشونت به خاطر که جامعه ما جامعه است که در اینجا مرد سالاری حاکم است و دیگه اکثر مردم بی‌سواد هستند، با او دلیل اکثرم قضایا تیمی یکی ماه که ما آمدیم تقریبا دو قضیه را که ما شاهدش هستم که ما محول کردیم به محکمه، اونا انصراف دادن. وقتی که محکمه خواست قانون را تطبیق کنه، ما قبلا هم گفتم محکمه به کار خود حاکم است و میخواد قانون را تطبیق کنه، اما انواع تهدیدها البته به متضرر شده که او آدم دوباره انصراف داره. اینمی انصراف باعث شد که قانون سرش تطبیق نشه. اجازه باشه میشه در این مورد خانم قاضی صحبت بکنه؟ زمانی که قضیه قتل باشه با انصراف وضع مقتوله یا ما نمیتونیم بگیم که قانون تطبیق نمیشه، تنها در قسمت حق لبدیش موضوع بسته میشه اما مجازات میشه. تا حالا ما هیچ قضیه ندیم، قضیه قتل به خصوص قضیه قتل با انصراف متضرر و رسیده مقتول موضوع بسته شده باشه، تنها در قسمت حق لبدیش موضوع بسته میشه، در غیر از اون موضوع رسیدگی شده و مجرم مجازات دیده. رئیس صاحب در این مورد گفتن که انصراف داده، نتونسته قانون بخاره. در قضای قتل انصرافش شاید یک گندکی کمک کنه، ولی در قسمت حق لبدیش است اون موضوع. در حقیقت بالای مجرم قانون تطبیق شده، مجازات میشه. تشکر. میشه بگین که خانم قاضی شما در این مورد صحبت بکنین که چی موانی برای
به خاطر تطبیق قانون بالای امن خشونت وجود داره. ما و شما شاهد ازی هستیم، همه میدانند که اکثرا مثلا قضایایی که قضای خشونت به وقوع میپیونده عاملین از قانون فرار میکنن، یعنی حتی ساران ولی و یا موافق بینه میشن که عامل خشونت مجازات بکنن یا که دستگیر بکنن و در بعضی موارد هم دستگیر شوه بعد از مدت عامل خشونت بدون اینکه واقعا جزای قانونی رو خود ببینه از قانون برای تاثیر میکنه. شما دلیل از این رو در چی میبینید؟ ببینید من سوالتون از دو جنبش بس میکنم، یکی که دوسیه محول محکمه میشه و دیگه که دوسیه رسمی نمیشه، قضیه رسمی نمیشه. زمانی که یک قضیه رسمی شد و مراحل خود را طی کرد بالاخره محول محکمه میشه، 100% قانون تطبیق میشه و با این با یقین کامل میگم که قانون تطبیق شده و میشه. و موانعی که وجود داره که قانون تطبیق نشه، یکی که عدم آگاهی مردم است که از قانون آگاه ندارن و دیگر ناامنی است، به خصوص متضررین که در دهات اطراف زندگی میکنن، نمیتونن تا شهر بیان و مراجع عدلی و قضایی اینا دسترسی پیدا کردن نمیتونن، یک عامل شسته. و همچنان عرف و عادات عقب مانده حاکم بر جامعه است. عموماً مردم ما اینا به خود عیب میپندارن که قضیهشان یا موضوع خشونت رسمی شوه، شکایت بردنشان به خود عیب میپندارن. این تنها نه تنها در دهات بلکه در شهر به خصوص یک تعداد افراد هستند اولا در فامیل تحصیل کردن زندگی میکنن، اینا به خود عیب میپندارن. بنان این از جمله عوامل است که مانی تطبیق قانون شده و لاگ دوسیه در محکمه آمد هیچ موانی وجود نداره، قانون 100% تطبیق شده. تشکر خانم مهدی. شما میشه در مورد از این صحبت بکنین که سلسله برداشت هایی در جامعه وجود داره، گویا مردم به خاطر عدم تطبیق قانون دستگاه های عدلی و قضایی را متهم میکنن به دلیل از اینکه اونا فکر میکنن در این دستگاه های عدلی و قضایی موجودیت فساد باعث میشه که عاملین خشونت از قانون فرار بکنه. دیدگاه شما در این مورد چی است؟ به نام خدا. برداشت ها مختلف است، مگر من اصلا این برداشت ها را نمیپذیرم، به خاطر اینکه مدت یک سال است که من در آمریت من خشونت علیه زن مصروف وظیفه هستم. زمانی که یک دوسیه خشونت علیه زن مراجعه دوام حوال میشه، ما 100% به اصری وقت در آن رسیدگی میکنیم و در اداره سرانوالی قضای خشونت علیه زن در اولویت کاری اداره سرانوالی قرار دارد. و علت افزایش خشونت علیه زن یا قضای خشونت علیه زن فساد اداری نه، بلکه عدم آگاهی از قانون، فقر تنگدستی، عدم امنیت، اعتیاد به مواد مخدر و عدم و بیخبری از احکام شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم می باشد. با تقرر جلال ما محترم لوی سرمان صاحب فرید حمیدی، فساد اداری در اداره لوی سرمان اصلا وجود ندارد. طوری که شما در جریان هستین، قبلا افغانستان از نگاه فساد در سطح جهان مقام دوم یا جایگاه دوم را داشت، اما با آمدن لوی سرمان صاحب در سطح لوی سرمان فساد اداری از نگاه فساد اداری افغانستان در جهان جایگاه هفتم و هشتم را قائل شد یا قرار گرفت و این خود بیانگر کم شدن فساد اداری و اینکه تحول بزرگ به سعی تلاش لوی سرمان صاحب می باشد. امید است که آن روزی برسد که فساد اداری در افغانستان به سطح صفر برسد و اینکه مردم برداشت های مردم طوری باشد که افزایش خشونت اداری خشونت علیه زن فساد اداری است، این را من اصلا نمی پذیرم. از دیدگاه خود تشکر. شما در این مورد صحبت بکنید، دیدگاه خود بیان کنید. دیدگاه من این است که فساد اداری در ریاست محکمه یا در دستگاه قضایی اصلا وجود نداره، برداشت های مردم است. اگر مردم ما کدام اسنادی دارن خب او را در اختیار سرانوالی قرار بدن، در غیر از او اصلا فساد اداری وجود نداره و خصوصا به خاطر رسیدگی قضای خشونت دوسیه که میه با اصرای وقتش رسیدگی صورت گرفته و من هم ایراد رد میکنم، اصلا یک موضوع نیستم. تشکر. رئیس صاحب، شما بیشتر در این مورد صحبت بکنین که نقش ریاست زنان به خاطر آگاهی عامه چی بوده و چه اجراءات تا کنون ریاست امور زنان داشته؟ به نام خدا. ما تا
یکی ما که از آمدن در این پوست شده که ما در قدم اول به خاطر مشوره دهی یا مشوره گیری از خانم ها به خاطر رشد استعدادهایشان و به خاطر انتخاب پروژه ها یک گرد همایی را به خود ولایت به سالن ولایت گرفته بودم که اونجا اکثریت از خانم های نخبه را دعوت کرده بودیم. در اونجا برشان آگاهی داده شد، آگاهی لازم. بعد از او در ماه ثور اولسوالی چارگانه اندخوی ما برنامه آگاهی عامه مشارکت زنان بود، برای مشارکت زنان تحت عنوان این برنامه را ما هر روز یک یک روز در هر اولسوالی گرفتیم که در او 100 نفر خانم ها و 100 نفر طبقه ذکور بودند که ملای مامان و متنفذین قوم، شوراهای انکشافی، معلمان، جوانان در ترکیبشان بود که شاید تای چندین سال هیچ کسی به خاطر آگاهی در اولسوالی ها سفر نکرده بوده و اولسوال سایوا بعد از اینکه برنامه ها تدویر یافت و مزایای خوبی داشت که مردم از اون مستفید شدن، اونجا یعنی حق حقوق خانم ها بود و ما قسمی که براتون گفتم این برنامه ما در حق اولسوالی است که از جمله 4 اولسوالی را تطبیق نمودم. بعد از ماه مبارک رمضان 3 اولسوالی دیگر ما تحت پوشش داریم که اولسوالی قیصار، اولسوالی خواجه سبزپوش و اولسوالی پشتونکوت می باشند. وزارت امور زنان پالیسی ساز بودند ولی تطبیق کننده نیست. ما بتانیم پروژه هایی داشته باشیم که از خود وزارت تطبیق کنیم تا که پروژه حرفه‌ای باشه و در کنارش سواد آموزی باشه تا اینکه ما خانم‌ها را قادر بسازیم، توانمند بسازیم. از او خاطر فقط ما میتونیم از دونرها، ما طرح و برنامه هایی دارم که اگرچه بسیار کم وقت شده با آن هم ما امرا با دونرها اما هنگی کردیم تا اینکه از او طریق ما پروژه ها به دست بیاوریم و تطبیق کنیم تا که خانم ها توانمند شوند، اینمی خشونت کاهش پیدا کنند. در کنار پروژه های حرفه‌ای ما می خواهیم که پروژه های سواد آموزی هم باشه که تا که هم از لحاظ سواد تقویه شود اینا و هم از لحاظ پروژه های حرفه‌ای که اینا توانمند شوند. اول اینکه ما تحصیل کرده ها را بتوانیم در بخصوص خانم ها را و ادارات دولتی اینا را از هر طریق که میشه به شکل قانونیش، البته از طریق امتحان، اینا باید افزایش یابند. ما فقط در بخش آگاهی دهی و تشویقشان تلاش خود را میکنیم. دو، در بخش توانمند شدن خانم ها و به خاطر که ما بتانیم برای خانم ها زمینه را مساعد ساخته باشیم، یک پروژه ای را که تحت عنوان باغ زنانه شخصا خودم تا یکی ماه که شده آمدیم شامل پلان انکشافی ولایت کردم تا ای که از این طریق بتانیم ما یک باغ زنانه بسط ولایت فاریاب داشته باشیم. خانم ها در هر بخش باید فعالیت های خود را آغاز کنند. زنان باید فعالیت های خود را انجام بده در حالی که یک مارکت زنانه ایجاد شده و باید خانم ها امو کارهای حرفه‌ای خود، کارهای مثلا تجارتی خود در مارکت زنان انجام بده. در حالی که از اعمار مارکت زنانه تقریبا بیشتر از یک سال میگذره ولی دروازش بسته است. چی دلیلی وجود دارد؟ ما با شاروال صاحب نشست های مقرر داشتیم. در این عرصه ما برنامه ما 30% پیش رفته. ما خانم ها را تشویق کردیم و حتی تقاضا کردیم که تا برشان قرضه های طول مدت برشان داده شود تا این که مارکت اینا پیش ببرد و پای خود استاد شود. تا 30% کار ما پیش رفته که خانم ها را هم تشویق کردیم و هم شناسایی کردیم. در این عرصه انشالله بسیار به آینده های نزدیک شاید این مارکت خواهیم. سلام و تشکر بینندگان عزیز. باز هم وقفه کوتاهی داریم، ادامه برنامه را بعد از وقفه دنبال می‌کنیم.
سلام مجدد، دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه زن و جامعه. باز هم میریم سراغ مهمان برنامه. خانم قضی، میشه شما در مورد صحبت بکنین که تطبیق قانون در حفظ سلامت یک جامعه و کاهش خشونت چه تأثیری میداشته باشه؟ همه میدانیم که مهمترین اهداف قوانین بشری، قوانین وضعی، ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است و به می قسم شهروندان هم باید در کردار و رفتار و برخوردشان یک سلسله حدود و مرزهای را رعایت کنند، یعنی تابع قانون باشند و به می قسم تا دیگر افراد جامعه بتانند با آرامی و آسایش و آنگونه که می خواهند از زندگی خود بهره ببرند. و مهمترین هدف از تطبیق از قانون تامین عدالت و حفظ نظم عمومی در جامعه می باشه، نظمی که عناصر مهم او را امنیت عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و ارزش های یک جامعه تشکیل میده. زمانی که قانون با این اهدافش تطبیق شد، طبیعی که ما یک جامعه سالم می داشته باشیم، و زمانی که قانون با این اهداف تطبیق شد، خود به خود میزان خشونت کاهش می یابد. بسیار تشکر. شما از امنیت یاد کردین، پس میشه بگوین که ناامنی بالای تطبیق قانون و اجراعات محاکم یا دستگاه های قضایی چی تأثیرات می داشته باشه؟ بله، ناامنی یکی از عوامل از عدم تطبیق قانون است. ما همه می دانیم متضررین قضیه خشونت و خصوص در ولسوالی های ناامن که اینا زندگی می کنن، نمی تانن به مراجع عدلی و قضایی دسترسی پیدا کنن، و زمانی که یک متضرر خشونت و خاطر گرفتن حقش صدایش بلند میشه، اینا محکمه صحرایی میشه. وقتی که یک متضرر خشونت محکمه صحرایی شد، این باعث میشه که تا دیگر متضررین صدایشون خاموش بمونه. این از جمله موانع تطبیق قانون بوده میتونه. بسیار تشکر. سلام عرض صاحب، مکنیم میشه در این مورد صحبت بکنیم که حضور زنان در دستگاه های عدلی و قضایی به خاطر بهبود وضعیت زنان تا چه اندازه میتونه مؤثر واقع شود؟ حضور زنان در دستگاه عدلی قضایی خیلی مؤثر به میدانند، بلخصوص در کاهش خشونت. مثلا زمانی که در مقابل یک خانم متضرر، یک کارمند زن یا یک سرانمال زن حضور می داشته باشه، آن متضرر می تواند به صورت آزادانه در درنج خیش را بازگو نماید. و بعضا زمانی که مورد خشونت جسمی قرار می گیرد، کارمندان زن چه در صحت عامه باشه و چه در سرانوالی، می تواند آثار علایم خشونت را در وجود از نزدیک مشاهده نموده و بعدا تصمیم قانونی خش را بگیرند. قبل از اینکه جناب حمیدی صاحب، لوی سارمان حمیدی صاحب تقرر حاصل بکنند، به تعداد 3% کارمندان در اداره عالی لوی سارمانی حضور داشتند. اما خوشبختانه با تقرر فرید حمیدی، لوی سارمان صاحب جمهوری اسلامی افغانستان، فعلا تعداد پرسنل اوناسیا در سطح افغانستان، یعنی در اداره لوی سارمانی، به 20.7% افزایش یافته و در 32 ولایت افغانستان ولایات افغانستان آمریت های من خشونت علیه زن ایجاد کردیده و رهبریت این آمریت به دست خانما یا یکی دختر خانما می باشد. به صورت کل گفته می تانیم که ازدیاد پرسنل ها در پیشبرد امورات عدلی قضایی بهبود یافته و خیلی ها مؤثر می باشد و این خود بیانگر دستاور های مقام عالی لوی سارمانی می باشد. تشکر. رئیس صاحب، شما حضور زنان را در ادارات دولتی در فاریاب چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا به این تعداد خانم هایی که در ادارات حضور دارن بسنده بوده میتونه یا خیر؟ و خواست شما و توقع شما در این رابطه چی است؟ حضور خانم ها تا اندازه قناعت بخش بوده. در همه ادارات خانم ها حضور دارن و باز هم ما تشویق میکنیم. قبلا هم براتون گفتم که ما از طریق برنامه هایی که داریم خانم ها را آگاه میسازیم تا اینی که بتوانند در ادارات دولتی علاقمند شوند، بیاین و در کنار بخاطر پیشبرد کارها در ادارات سهیم شوند. خب در این برنامه هایی که چندین مورد صحبت کردین، برنامه های آگاهی، میشه بگین که آیا تنها ریاست زنان به تنهایی میتونه یه آگاهی دیر انجام بده و طور کار خانم ها را تحت پوشش قرار بده؟ کیها با شما همکار هستند در این مورد بیشتر؟ با ما مؤسسات همکار دفاتر هستند
و ریاست حج اوقاف هستند، ریاست های که ارگان هایی که با ما همکار هستند، اونا همیشه برنامه ها داشتن تطبیق کردن که شما شاهدشان باشید. تشکر. میشه شما در این مورد دیگه بزنید که چرا در فاریاب حضور زنان و دختر خانما در دستگاه های عدلی و قضایی، چی در سارانواری، چی در محاکم کمرنگ است؟ علت در چی میبینیم؟ ببینین، فاریاب یک از ولایت های دور افتاده بود و یک سلسله محدودیت های سر راه دخترها بود. زمانی که شامل یک ارگان میشن، هر ارگان به خاطر اجرات خود یک سلسله شرایط داره، اجرات یا ایفای وظیفه به ارگان عدلی و قضایی نیز از خود شرایط داره که باید فارغ بنزای های حقوق شریعت باشن و دخترها مجبور بودن تا به خاطر شمولیت به این ارگان ها خارج از ولایت تحصیل کنن. یک سلسله محدودیت های اونها بود، شاید فامیلیشان اجازه نمیداد، اما خوشبختانه میبینیم که دختر خانم ها خیلی علاقمند هستن که به این ارگان راه پیدا کنن و ما هم آرزو میبریم که با سپری نمودن امتحان استاج قضا و استاج سارانوالی دخترها بتونن به این ارگان ها راه پیدا کنن. تشکر خانم خوزی. رئیس صاحب، شما میشه در مورد راهکارهای کاهش خشونت صحبت بکنید؟ از کدام راهکارها و از طریق تطبیق کدام برنامه ها میتونیم میزان خشونت در فاریاب کاهش بدیم؟ درست است. ما راهکارهایی را سنجیدیم که انشالله در آینده های نزدیک شاهدش خواهد بودیم. اولا ما باید از طریق مساجد، منابر، ولای ماما و رئیس حج اوقاف که از اونا ما باید خواهش کنیم، تا اینی که گرچه خواهش هم شده است بهشان، از اون طریق میتونن اذهان مردم را باز کنن تا ای که برشان بگویند که به خاطر کاهش خشونت جایگاه زن را برشان از دیدگاه دین اسلام برشان فامانده شود تا ای که خشونت کاهش. خانم قاضی، شما بعد را صلاحیت هایی که در محکمه در میشه در باره صحبت بکنیم که چرا عدم اعتماد به توانمندی زنان در جامعه وجود داره؟ چرا هنوز هم یک سلسله تبعیض ها به خاطر فعالیت های زنان در جامعه وجود داره یا دیدگاه های مردسالار وجود داره؟ میشه صحبت بکنین و نظر شما در مورد از این چی است که باید این دیدگاه ها برداشته شد و بر زنان فرصت داده شد تا بیان در هر سایه مختلف اینا کار بکنن؟ الحمدلله ما زنان توانمند داریم که در ارگان های عدلی و قضایی و در تمام ادارات اینا فعالیت دارن و این تبعیض ها ممکن در ولسوالی ها هسته و هم ندرت هسته، بسیار کم هسته و این پیشتر قسمی که رئیس صاحب اشاره نمودن راهکارهایی که ما باید در نظر بگیریم به خاطر محو خشونت علیه زن، تنها ما با اکتفا نکنیم، رسیدگی به چند قضیه خشونت راه باشه به خاطر کاهش میزان خشونت و تنها روی کرد قضایی نمیتونه راه حل به خاطر محو خشونت باشه. ما خواست ما از دولتی هسته که منشی خشونت پیدا کنن، عوامل خشونت پیدا کنن. تبعیض که معلوم دار است، فقر و بیسوادی عامل خشونت است، اعتیاد به مواد مخدر عوامل خشونت است، قسمی که پیشتر اشاره کردم محاکمه صحرایی عوامل خشونت است و عرف عادات ناپسند عوامل خشونت است. دولت مکلف است با طرح برنامه ها از طریق منابر مساجد و جرگه های قومی این موضوع را به ازان مردم برسانه. این وظیفه نه تنها از دولت است، از هر فرد از ما شماست. ما به عنوان فرد می جامعه باید هر آن حق حقوقی را که شریعت اسلام برای زنان قائل شده، هر مقام و موقفی را که اسلام عزیز برای زنان قائل شده بس هم به دیگران برسانم و به می قسم هر کدام از خود این وظیفه را داریم و با کنار دولت خود استاده این حق حقوق زنان را بس هم به دیگران برسانیم و انشاءالله روزی شود که هیچ خانمی تحت خشونت قرار نگیره و امی واژه خشونت فراموش کنن.
خیلی عالی، بسیار تشکر. و خانم سرانوال، شما میشه بگین که پیام شما به دیگه خانم ها چی است که اونا بیاین در شبکات دستگاه های عدلی و قضایی فعالیت بکنن؟ ما خیلی از خانم ها و دختر خانم های را داریم که از حقوق و شریعت فارغ شدن ولی هنوز هم بیکار هستن یا ای علاقه نمیگیرن که برن به دستگاه عدلی قضایی کار بکنن و یا شاید هم اجازه نداشته باشن. پیامتان مشخصا چی است؟ و همه کسایی که مثلا اکثریت کسایی که فارغ میشن ما میبینیم که یا در پنتون ها استاد میشن، درست است که او هم یک مسلک مقدس است و به خاطر از اینکه اگر بخواهن در جامعه از طریق دانش خود آگاهی بودن خیلی موثر تمام میشه، ولی این هم مهم است که باید حضور از اونا در دستگاه های عدلی و قضایی بیشتر بوده باشه. پیام شما بر از اونا چی است؟ به نام خدا. پیام ما به خواهرای فارغ تحصیل از حقوق شریعت و خانواده هایشان این است که باید حمایت قاطع از خواهرای ما داشته باشند تا اینکه اونا بتوانند در مراجع عدلی قضایی باید مصروف کار باشند. قسمی که قاضی صاحب هم گفتن دیدگاه ها در فاریاب مجموع نه ولایت های دور افتاده می باشد، بعضی خانواده های ما دیدگاه های کهنه دارن، دیدگاه هایشان متفاوت است، مثلا حضور از اونا را در ارگان های عدلی قضایی نمی خواهن، گویا کدام خدای نخواسته کدام مرجع خراب بوده باشد و یک کدام مرجع فاسد بوده باشد، برعکس بر فعلان کدام فساد در اداره عالی لوی سرانالی وجود نداره و حضور زنان، حضور خواهرای ما به خاطر مبارزه با قضای خشونت علیه زن خیلی ها مفید و مؤثر است. باید آنها کوشش بکنند تا در این مراجع باید مصروف کار شوند و اقدام نمایند. به اجازه دوستا، یکی که موضوع دیگه هم است به خاطر شمولیت به ارگان های عدلی قضایی نیست، اکسس شرایط است که باید امتحان استاج قضا و امتحان استاج سرانواری را سپری کنن. سپری نمودن امتحان یک ذره مشکلات داره، مشکلات است و باید علاقمندان باید تلاش کنن تمام یعنی مواد قانونی که نزد سوال می مطالعه کنن و آمادگی داشته باشن تا بتونن به این ارگان راه یابن. شکر بسیار زد. رئیس صاحب میشه بگین که آیا در فاریاب فعلا کدام برنامه وجود داره که با همکاری ریاست زنان بتونه تا یک سال دو سال آینده یک تعداد از خانم ها را از نگاه اقتصادی خود کفا بسازه؟ میشه بگین کدام برنامه است؟ وضاحت بده. یکی برنامه که دفتر محترم اکتی پروژه ها دارم که از اون طریق ما هفته پیش نظارت کردم، پروژه چرمدوزی بود، کیکبازی بود، کامپیوتر بود، خیاطی که از اون نظارت کردیم. در هر پروژه به تعداد 24 الی 25 خانم شامل کار بودن. قسمی که ما میبینیم پروژه های خردریزه بسنده نیستن، چون که مثل که من دفتر محترم اکتی در براتان مثال دادم، او بسنده نیست که با چهار پروژه که تعداد 80 خانم ده او مصروف کار هستن. ما در اولسوالی ها بجز از اولسوالی چارگانه که امنیت تر است، اونجا پروژه ها متواتر همیشه تمام دفاتر علاقمندی هستند که کمی اولسوالی اندخوی امنیتش بهتر است، علاقمند هستند که اونجا باید تطبیق کنند، ولی اکثریت اولسوالی های ما دردست است، ناامن است. اینمی ناامنی باعث شده که خانم ها نتوانسته راه یابند و پروژه ها در اونجا تطبیق نشده، نتوانستن که از دفاتر که علاقمند هستن باید برن تطبیق کنن، بنابر ناامنی ها نتوانستن که برن تطبیق بکنن و خانم ها توانمند شوند. یگانه عوامل که کمکاری صورت گرفته این ناامنی است. تشکر. و با عنوان آخرین سوال، میشه کوتاه پیام خود بر دیگر زنان فاریاب و دیگر زنانی که ما شما را از پرده تلویزیون آینه تماشا میکنند داشته باشه؟
پیام به خواهرای ما است، هرگاه خواهرای که تحت خشونت قرار میگیرن هیچگاه تحت تاثیر عرف عادات نپسند قرار نگیرن و موضوع خشونت رسمی بکنن تا به حق خود برسن و به خشونتشان رسیدگی صورت بگیره. و به قسم هرگاه زنی میبینه که هم جنسش تحت خشونت است، موضوع را به ارگان های کشفی و عدل قضایی اطلاع دهه، و هرگاه مردی میبینه که خواهرش تحت خشونت است باید این موضوع را رسمی بکنه. و به قسم خواست ما از دولت است تا به خاطر محو خشونت برنامه ها داشته باشه تا روزی برسه که هیچ زن افغان، هیچ مادر افغان و هیچ دختر افغان تحت خشونت قرار نگیره. خیلی ممنون از حضور و همراهیتان در برنامه. سلامت باشین. بینندگان عزیز، از حوصله‌مندی و همراهیتان تایمدن تشکر. برنامه امروزی ما قسمی که صحبت ها را شنیدین جایگاه زن از منظر قانون بود و همچنان در برنامه رئیسی زنان ولایت فاریاب به مورد صلاحیت ها و برنامه های ریاست زنان به خاطر بهبود وضعیت زنان و کاهش خشونت صحبت داشتند و همچنان در مورد نمایندگان محاکم و سارنگولی هم در مورد صلاحیت های سارنگولی و محاکم و اجراعاتی که در سارنگولی و محاکم صورت می گیرد صحبت داشتند. امیدوار هستم که از این برنامه فیض برده باشین. موضوع برنامه بعدی ما خشونت و خشونت زدایست. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.